سرخط خبرها ابتکار ایران در استانبول برای انزوای اسرائیل کشتار نسیرات هزاران نفر را روانه میدان جنگ خواهد کرد و حملات موشکی و پهپادی هولماکی در راه است به نام خدا سلام به این خبری از بیک خوش آمدید سرپرست وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در نشست استانبول درباره قطع روابط با رژیم صهیونیستی چه در عرصه سیاسی و اقتصادی و همینطور تحریم کالاهای اسرائیلی ابتکاری را مطرح کردیم به گزارش ایسنا علی باغری سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه و در پایان نشست فوقالعاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه در خصوص وضعیت غزه در استانبول توضیحاتی را درباره این نشست پست بیان کرد واقعی گفت این که هشت کشور در حال توسعه اسلامی که جمعیت قابل توجهی از مسلمانان دنیا را تشکیل میدهند امروز در کنار هم برای مهمترین مسئله جهان حساسترین و اصلی ترین مسئله جهان اسلام در کنار هم جمع شدهاند و درباره آن تطبیر کنند و برای اقدامات عملی موثر تصمیم بگیرند این حرکت بسیار بسیار مهم و مبارک است که شکل گرفته است دیپلمات ارشاد جمهوری اسلامی ایران گفت در این جلسه به پیشنهاد ایران و با موافقت بقیه غذای نشست نمیپذیرد بلکه آغاز یک فرایند برای نقش آفرینی موثر کشورهای عضو دی هشت میباشد و قرار است در مناسبت مختلف و دوری و سطوح مختلف هشت کشور دور هم جمع شوند تا درباره ارزیابی اقدامات انجام شده بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و درباره تدبیر دوره پیش رو با هم تصمیم گیری کنند باقری با بیان اینکه پیشنهادات ایران در این نشست پیشنهادهای بسیار کاربردی بود گفت که ما هم درباره قطع روابط با رژیم صهیونیستی چه در عرصه سیاسی و, سی و, سی و و همینطور تحریم کالاهای اسرائیلی ابتکاری را مطرح کردیم او در ادامه گفت هم درباره بسیج ظرفیت های کشورهای عضو دی برای حمایت سیاسی و حقوقی از فلسطین و مقاومت فلسطین در مراجع ملی و بین المللی پیشنهاد مشخص دیگر جمهوری اسلامی ایران بود باغری همچنین گفت همینطور این نکته که بسیار مهمی بود که همه کشورهای اسلامی حاضر در این نشست اتفاق نظر داشتند که نباید بیش از این درباره جنایت رژیم صهیونیستی مسامحه کرد باید ظرف های داخل مجموعه ج و خارج از آن را بسیج کرد تا بتوانیم حرکت جدیتری را در مقابل صهیونیستها ها سامان بدهیم سرپرست وزارت خارجه ایران گفت همه کشورهای حاضر در این نشست نسبت به سانحه بالگرد در ایران و شهادت آیت الله رئیسی و آقای امیر عبداللهیان با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند باغری در پایان گفت همینطور در آغاز این نشست یک دقیقه سکوت به احترام این شهدای بزرگوار برگزار شد و این نشان دهنده این است که همه کشورها با مردم و دولت ایران در این حادثه غم شریک هستند. عبدالباری اطفان از تحلیلگران جهان عرب با اشاره به کشتار هولناک روز شنبه در اردوگاه انسیرات گفت که روزهای سختی در انتظار اشغالگران است و این جنایت هزاران نفر را روانه میدان جنگ خواهد کرد. اصفان در مطلبی در رایل یوم با اشاره به کشتار هولناک در اردوگاه انسیرات در مرکز نوار غزه نوشت که مقاومت به خونخواهی از این کشتار رژیم اسرائیل به پا خواهد خواست و شادی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره آزادی چهار اسیر زیاد به طول نخواهد انجامید و نتایج عکس به همراه خواهد داشت. افسوس حماس حق داشت که درباره نیت آمریکا شک و نسبت به نقش راه دامگونی آن تعلل و در برابر فشارهای میانجیگران مقاومت کند کشتاری که نظامیان صهیونیست در النصیرات مرتکب شدند و برای آزادی از ایران اسرائیلی بیش از 210 فلسطینی را در اردوگاه النصیرات به شهادت رساندند گواه آشکاری است از اینکه اسرائیل جنگ را متوقف نخواهد کرد و آتش پسی قبل از غلبه بر مقاومت و پایان حکمرانی آن در نوار غزه در کار نخواهد بود این تحلیلگر ادامه داد وقتی رئیس جمهور آمریکا عجله داشت که جنبش حماس نقشه راه او را بپذیرد و از میان رهبران عرب یعنی قطر و مصر خواست که این جنبش را تحت فشار قرار دهند و حتی تهدید به اخراج آنها از دوه کنند حماس به خوبی از طرح و برنامه اسرائیل از زمان اجرای آن برای آزادی چهار اسیر با زور و ارتکاب کشتار به عنوان اهرام فشار خونین آگاه بود در حال این در حالی است که شبکه CNN اعلام کرد که گروه اطلاعاتی آمریکا در این جنایت از حیث طراحی و اجرا مشارکت داشته است اطفا اضافه کرد ما نمیدانیم که این اقدام قهرمانانه که نتنیاهو در آزادی چهار اسیر اسرائیلی از آن صحبت می کند کجا است؟ آیا فرستادن صدها نظامی و ده ها نفر بر و کشتن دویست و ده بی گناه و زخمی کردن صدها نفر دیگر کار قهرمانانه و مایه مباهات نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که با وجود در اختیار داشتن چهارمین ارتش قوی در دنیا و حمایت تسلیحاتی آمریکا نتوانسته بر نوار غزه محاصره شده مسلط شود و پس از هشت ماه جنگ اهدافش را در غلبه بر مقاومت و آزادی اسیران از محقق سازد و چگونه از آزادی چهار اسیر شادمان است در حالی که نیروهای شست اسیر را در تلاش شکست خورده برای آزادی آنها کشتند و بیش از دو هزار تانگ و نفر بر ارتشش منهدم شده و هزاران کشته و زخمی داده است این تحلیلگر بیان کرد هنوز اطلاعات زیادی از این عملیات نمایشی در دست نیست و فعلا اسرائیلی ها به کشته شدن یک افسر حین عملیات اذعان کردند و به طور حتم شمار کشته شدگان ارتش اسرائیل بیشتر است و تلاویو مشابه حملات قبلی آن را کتمان می کند. به این نوشت به دنبال پیروزی هر چند اندک برای گل زدن شهرک نشینان و حامیانش است تا این جنگ شکست خورده را ادامه دهد و علت بزرگ نمایی درباره این عملیات نیست همین است باید به او یادآوری کرد که هنوز یک اسیر که در میان آنها جنرال هایش هم هستند در تونل های غزه در دست نیروهای مقاومت است این عملیات نتایج معکوس به همراه خواهد داشت و درها را به روی آزادی آنها از طریق گفتگو خواهد بست وان تأکید کرد این کشتار هرگز مقاومت و فرماندهان آن را نمیترساند و خلالی در از ستوار آنها در مخالفت با افتادن در دام آمریکایی اسرائیلی ایجاد نخواهد کرد این کشتار خونین و رسوایی مشارکت آمریکا سر مرحله جدیدی از جنگ است که طی آن صدها هزار نفر از جوانان برای جنگ در کنار مقاومت داوطلب خواهند شد و به میدان برای خواهد آمدند پاسخ قوی از سوی بازوهای محور مقاومت در حمایت از برادرانشان در غزه و کرانه باختری به ویژه در یمن جنوب لبنان و عراق با تشدید عملیات در همه جبه ها را بعید نمیدانیم سردبیر روزنامه رای یا افزود شادی نتنیاهو زیاد به درازا نخواهد انجامید و روزهای آتی با اسارت نظامیانش در غزه یا عمق اراضی اشغالی غافلگیر خواهد شد و عملیات طوفان الاقصای کوچک چند روز قبل به پایگاه نظامی اسرائیلی و کشتن یک نظامی و زخمی کردن دو نظامی دیگر گواهی بر آن اجرای استراتژی جدید است اتوان در ادامه از رهبران حماس به ویژه یحیی سنبار و محمد زیف فرمانده گردانهای شهید زالدین قسام خواست که به طور کامل از مذاکرات مبادله اسیران پس از کشتار هولناک اردوگاه نسیرات روی گردان شوند و از میانجیگران مصری و قطری نیز خواست که به نقش خود پایان داده و اعتراف کنند که از سوی دولت آمریکا گول خوردند و استفاده ابزاری از آنها به عنوان پوشش جنایات رژیم صهیونیستی شده است این تحلیلگر نوشت که روزهای آتی آکنده از شکست برای رژیم اشغالگر است و این نمیدانیم که فرودگاه های بنگولیون و رامون در نقب و حفاطه روزها و هفته های آتی هدف حملات موشکی و پهبادی قرار گیرد خونخواهی و یاری گرسنگان نوار غزه در راه است ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید